آقای طالب، خوش آمدین به برنامه. بسیار پرسش که شب روز بیشتر فکر مردم افغانستان را و از همه را به خودش درگیر ساخته ایست که در اونجا چی میکنین، مصروف چی هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و هموطنان عزیز. خب ما مصروف گفتگو و مذاکره هستیم، مصروف از این هستیم که چطور این مشکل پیچیده کشور یک راه حل برش پیدا کنیم و به خصوص برای توقف جنگ و خاتمه خونریزی در افغانستان پیشرفت داشته باشیم. طبیعی است مردم ما هم ممکنه یک مقدار انتظارات سریعتر دارن و خزایا، ولی وضعیتی که در میز مذاکره است وضعیت پیچیده است. ما عقیده ما است که طرف مقابل در بیانشان و تعهدشان بر از اینکه میخواین از طریق سیاسی و گفتگو مشکل حل کنند یک مقدار شک و تردید وجود داره، چون اونا در طی حدودا 50 روز فقط یک مسئله رویش تاکید دارن و هیچ تغییری در موضوع خود ایجاد نکردن. با وجود از اینکه هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در طی مدت تلاش های فراوان را به خرج داده و گزینه های متعدد را پیشنهاد کرده تا ما از این مشکل عبور کنیم و بیاییم روی مسائل اصلی قرار. بسیار درست. اما در بخش نخست و پرسش نخست گفتین مصروف مذاکره و گفتگو. از دوحه منابع میگن که چند روز شده هیچ دیدار میان حتی گروه های تماس دو طرف برگزار نشده. گروه حالا مذاکره فعلا به یک شکل دیگه ادامه داره. مذاکره چون بحث تسهیل کننده مذاکره پیش آمده، دو طرف توافق کردن که کشور میزبان و گروه های حامی صلح به یک شکل نقش تسهیل کننده را بازی کنند و گفتگو مذاکره فعلا با فعال شدن کشور میزبان قطر در رابطه با تسهیل کننده مذاکره شکل دیگه را دارد که اونا با دو طرف جداگانه میبینن و نظرات دو طرف منتقل میکنن. ما جا داره از این اینجا از کشور میزبان تشکر کنم و تسهیلاتی که تا کنون ایجاد کرده و حالا هم تلاش به خرج میده که این مشکل حل شده و ما بریم روی مسائل اصلی مذاکره که عبارت از اجندا و بحثای دیگه است. درست توافق کردین درباره نقش تسهیل کننده قطر در مذاکرات؟ البته این بحث به یک شکلی از اول وجود داشت، منتها اخیرا دو طرف توافق کردن که این نقش یک مقدار منظمتر و قانونمندتر شود و فعلا این نقش تسهیل کننده به یک شکلی برجسته شده و فعلا کشور میزبان این نقش حدود چند روز است ادامه میده و هیئت های مذاکره دو طرف به این صورت درگیر مذاکره هستند و مذاکره ادامه دارند. بسیار خوب. یعنی قطر عملا همچون تسهیل کننده وارد عمل شده در مذاکرات میان افغانان. خوشبین هستین که نقش بتونه اثر داشته باشه در حل مشکلات در طرز العمل؟ برداشت ما ایست که شک و تردید در این مورد بیشتر شده، چون طالبا میخواین تنها تصمیم گیرنده در گفتگو و میز مذاکره باشه و این وضعیت بعید میدانم مذاکره را به پیش ببره. اصلا مذاکره مفهوم نداره که یک طرف بخواه نظرات خود محور قرار بده و مبنا قرار بده و طرف مقابل ازش انتظار داشته باشه که نظر او را دنبال کنه و قبول کنه. و هیئت مذاکره افغانستان هم به نمایندگی از مردم افغانستان حق داره که گفتگو را با شکل ضروری و اساسیش که دو طرف وجود داره و دو طرف نظرات داره و اختلاف نظر وجود داره و دو طرف باید آماده باشن که اختلاف نظرها را با هم بحث کنن و رای وسط پیدا کنن. اگر یک طرف مذاکره اصرار داشته باشد که تنها نظراتی از اونو
قبول شوه، ما بعید میدونم مذاکره اگر 50 روز دیگه هم دوام کنه به این شکل میتونه پیشرفت داشته باشه. بسیار خوب، استدلال طالبان را داری باره شنیدین. طالبان میگن که بر اساس توافقنامه‌شان 5000 زندانیشان بر اساس فهرست از زندان‌های دولت افغانستان رها شد، مذاکرات میان افغانان آغاز شد، اما نیمه باقی مانده این توافقنامه را طرف جمهوری اسلامی افغانستان نمیپذیره، یعنی دوگونه برخورد میکنه، با نیم توافقنامه حکومت افغانستان موافق است، با نیم دیگرش نه، و این منطقی نیست. موضع‌گیری نوی فرار کردن از اصل قضیه است. جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس قرارداد دوحه نه، بلکه بر اساس پالیسی هایی که از قبل وجود داشته، بر اساس فیصله لوی جرگه مردم افغانستان و بر اساس اعلامیه مشترک کابل این اقدامات انجام داده، نه بر اساس که قرارداد دوحه را قبول کرده باشه. مفهوم نداره. شما انتظار نداشته باشین که یک طرف در یک قراردادی که هیچ نقش نداره و در امضا کردنش هیچ نقش نداره او همه او توافقات قبول کنه. ما بر اساس مبناهایی که خود ما داریم وارد مذاکره شدیم و از طرف مقابل هم انتظار ما است که دو طرف و مبناهایی که دو طرف وجود بهش پایبند است او مبناها مورد قبول قرار بگیره و بعد ما بریم پیش. در غیر از او این وضعیت ما بعید میدونم که بتانیم از یه عبور کنیم. درست، در توافقنامه نقش نداشتین و پایش امضا هم نکردین، اما مخالفت هم نشده با این موافقتنامه. بگذاریم میره به فرصت دیگر. شما هم از کسان هستن که از جمع اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با خلیلزاد دیدن. در این دیدار چی گذشت؟ چی میگه آقای خلیلزاد؟ خب جناب آقای خلیلزاد، شما میدونین از دیر زمان در قضیه درگیرن، توافقنامه را با طرف طالبان امضا کردن و هنوزم اونجا حضور داره و میخواه این مذاکرات را به یک شکل کمک کنه پیش بره. در دیدار با دکتر صاحب تویز گزارش هایی که از مدتی در مذاکرات بوده پیش آمده و همچنین طرف هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، تمامی گزینه هایی را و تمامی دلایل منطقی را که برای بحث داشته و تمامی تلاش های صادقانه را که برای عبوری از این مشکل پیشنهاد کرده مطرح کرده و اصرار داره که باید طرف مقابل این واقعیت بپذیره که مذاکره دو طرف داره و دو طرف نظراتی داره و بر اساس پذیرش این واقعیت ما میتونیم پیش بریم. اگر طرف مقابل انتظار داشته باشه که تنها اونا و گپای از اونا عملی شود، دیگه مذاکره در کار نیست. بنابراین مشکلی اصلیه که باید بسار. هم عقیده ما است که آقای خلیلزاد روش تمرکز کنه و هم دوستای قطری ما است که طالبان مقتقاید کنند که دو طرف برای مذاکره وجود داره و نظرات دو طرف است که با قبول و پذیرش میتونه مذاکره با پیش بره و درست موافق. درست. چی گفت آقای خلیلزاد درباره اظهارات شما، استدلال شما، بحثایی که شما داشتین؟ اینا بهتر از خودشون پرسان کنین و ما صحبت های خود داشتیم و نظرات خود مطرح کردیم. پاسخ هم در نیافتین و امیدواریم جناب خلیلزاد صاحب این واقعیت و این مشکل که اساسی از این مشکل ایست که مذاکره ایجاب میکنه که دو طرف حضور هم دیگره، دیدگاه های هم دیگره، بسیار مبناهایی که دو طرف وارد میز مذاکره شده ای را بقبوله و قبولانده شه و طرف مقابل هم را بپذیره. تشکر. و بسیار کوتاه در یک جمله اگر ممکن است آقای طالب، گفته میشه که هدف اصلی سفر خلیلزاد به منطقه از میان برداشتن اختلاف ها بر سر طرز العمل است، موافق هستین؟ حالا یک بخشی از تلاش هایشان است. آقای خلیلزاد تشکر میشه پیش رو داره و تلاش میکنه که یکی از مسائل اساسی بس کاهش بشن.
تشکر بسیار دکتر طالب باز به هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان از اینکه وقت گذاشتین در برنامه ما حضور یافتین. موفق باشین. و در ادامه بیننده های گرامی، آقای علی احمد عثمانی وزیر پیشین کابینه در استدیو حضور دادن. وقتتان بخیر آقای عثمانی، خوش آمدین به برنامه. نبود پیشرفت در مذاکرات میان افغانان، بحثی که همه دنبالش میکنن و شما هم همچنان یک نگرانی است. سخنان آقای طالب را شنیدین، ظاهرا دلیل و اسباب عدم حل این اختلاف ها طالب ها هستن. خب ببینیم، اگر یک نگاه کلی تر به مسئله صلح داشته باشیم، انجام ندادن کارهای خانگی از طرف ما و از طرف متحدین بین المللی هم یکی از مسائل و مشکلاتی است که باید ما به او بپردازیم. ما دو نوع مشکل داریم در حال حاضر، یکی مشکلات متوقعه که ما توقع داشتیم، یکی مشکلات غیر متوقعه. 18 ما مذاکرات همکارای بین المللی با طالبان اونا پرتوقع بار آورد. از مذاکرات هرچه گفتن تقریبا مسائلی که اونا مطرح کردن پذیرفته شد. خب طبیعی بود که انمون اون مذاکرات، انمون توقع به این مذاکرات هم کشیده میشه و مشکلات به بام حکومت افغانستان و مردم افغانستان هم خواهد آمد. این کار خانگی بود که از طرف همکارای بین المللی بسیار بد انجام شد. دومین مسئله که از اونجا بود و کار خانگی که اونا درست انجام ندادن، نادیدنگاری و انمو مشکلی که در کنفرانس بن اتفاق افتاد. یک گروه رو نادیده گرفتن یا یک بخش از بحران رو نادیده گرفتن یا به اندازه کافی توجه نکردن به او، انمو مشکل بار میاره. منظورتون حکومت هست؟ بله دقیقاً. باید حکومت افغانستان در همه مذاکرات می بود، امضای حکومت افغانستان در اجندا وجود می داشت، در همه توافق وجود می داشت. امروز این مشکل به میان نمی آمد. اما چهار مسئله، خب ما چهار مسئله داریم در اون توافقنامه ایشان که در مسائل داخلی مشکلاتی وجود نداره. طرف افغانستان هم اون مسائل داخلی بحث ها میپذیره. تنها مسئله کلی بحثه که یک توافقنامه شما تحمیل کنیم به سر یک حکومت که در حال حاضر به هر حال حکومت موجود افغانستانه و این به این معنی است که خب یک طرف بحران نبوده، یک مزدور بوده، یک عامل بوده در این جنگ که اینا مقامای خود را گرفتن، پول خود را گرفتن و جنگیدن. خب معنی این مسئله را هر کس میفهمه که یک معنای خوبی نداره. طالب متاسفانه میخواین مشروعیت جنگ خود را از طریق مذاکرات صلح تحمیل کنم، مطابق آن چیزی که به خیلی مسائل به همکارای بین المللی تعمیل کردم و این امکان نداره. مشروعیت جنگ خود را اگر میخوان برن از منابعی که خودشان به او اعتقاد دارن یا سایر مسائل، نهین او به بام مشکلات صلح بندازن. و کارهای خانگی که در طرف ما هم بوده انجام نشده. قسمتی از این مشکلات متوقعه. مشکلات را اگر ما تعقیب کنیم به سه سطح ما مشکل داریم، به سطح تکنیکی، به سطح تاکتیکی، به سطح استراتژیکی. فعلا با یک مشکل تاکتیکی ما برخوردیم. او مشکل تاکتیکی است که طالبان میخوان مشروعیت خود را از این طریق، از طریق توافقنامه بر حکومت افغانستان و به دلیل احتیاجات بیشتری که ضرورت بیشتری که این طرف به صلح داره تعمیل کنه. خب این مسئله قابل پیش بینی بود که چنین مسائل بشه، اما متاسفانه هم در طرف حکومت به خصوص شورای عالی مصالح که وظیفی از او باید بود این کار را انجام میداد، متاسفانه اونا وظایف خانگی خود را به درستی انجام ندادن. مثلا چی کار کرده میتونست شورای عالی مصالح ملی جمع حکومت؟ خب ببینیم، ما از برج هوت وقت داشتیم برای مذاکرات که آمادگی داشته باشیم، گروه ها ما آماده بشن، آموزش ببینن. یک آموزش برای گروه ها برگزار نشد جز چند امو جلسات روتینی که بود. این دوستایی هم که رفتن ممکنه تجارب مذاکرات صلح نداشتن، تجارب این پیش بینی ها رو نداشتن. خب قبلا گروه قبلی آموزش های متعدد رو دیده بودن. پلان برای مذاکرات در هیچ کدام از ستا، در سطوح تکنیکی، در سطوح تاکتیکی، در سطوح استراتژیک آماده نشد. ما در بحث صلح یک بحث نداریم که فقط بیایم یک گفتگویی باشه در رابطه با موانع و مشکلات. خیلی مسائل دیگه هم داریم که ممکنه در مرحله که به مسائل تاکتیکی استراتژیکی بیایم مشکل گیر کنیم. باید امیال همزمان با این که ما گروه مذاکره کننده ما کار میکرد، گروه تکنیکی ما کار میکرد روی مسائل حکومت آینده افغانستان. به هر حال ما ضرورت رو فهمیدیم، هم طالبا فهمیدم، هم ما که باید به سمت صلح بریم. چی امروز چی فردا.
ما میخوایم در هر قدم مشکلاتی به وجود بیاید همون رو حل کنیم. خب این وقت گیره. فرض کنیم ما در مسائل استراتژیک به نظام آینده، در نظام اقتصادی آینده ما دو تا برداشت متفاوت داریم. نظام بانکی قطعا اونا نخواهند پذیرفت. خب از همین حال گروه تکنیکی یا تکنیکی باید گروه استراتژیک کار کنه تا ما این مسائل رو در اون زمان با مشکلات چی نشیم، مشکلات مواجه نشیم. شورای عالی اصول هنوز تشکیلات خود را، شورای عالی مصالحه هنوز تشکیلات خود را رسمی نکرده، هنوز هیچ گپ جز یک رئیس و چند معاون و چند سفر کار چی نشده، انجام نشده. اونا بررسی نمیکنن در اونجا که متخصصین که چگونه میتونن به گروهی که در قطر هست کمک کنن، کی قراره به اونا کمک کنه. اینو جز وظایف از اون است. شورای عالی مصالحه هنوز هیئت رهبری شورای مصالحه که گفت جز وظایف خود منه تشکیل نداده، اینا جز کارا خانگی است. خب بسای طرف اونها مانده درست، بسای تکنیکی و تاکتیکی و استراتژیک. بس سومی به استراتژیک یا راهبردیش جدیدتر است. اگر در اون مرحله با مشکل بر بخوریم بیشتر زمان خواهد برد، بیشتر بنبست سخت‌تر را روبرو خواهیم شد. خب ما اگر از همین حال کار شروع کنیم، همی با توجه به اینکه ما تجارب متعددی از بحث مذاکرات صلح از کنفرانس بن داریم، اگر از همین حال کار شروع کنیم با او مشکلات ممکنه کمتر چی بشیم، مواجه بشیم. ببینیم دو تا مشکل عمده که به ما میراث رسید از کنفرانس بن، یک مسئله نادیده انگاشتن طالبان و حزب اسلامی که بعدن این دردسر امروز بر ما به وجود ما، دو مسئله حکومت فساد در حکومت امروز به خاطری که ما یک پلان نداشتیم. انمونا کارهای استراتژیک امروز که باید انجام بشه، به خصوص ما حالا درگیریم با یک گروه ایدئولوژیک که او راجع به هر مسئله که در حکومت و نظام آینده اتفاق میفته یک مسئله ایدئولوژیک مطرح میکنه. و ای اگر ما بنابر ای باشه که ما مذاکرات رو به همین شکل طول بدیم در او مرایل بعدی، خب قبلا در مرایل بعدی همون سختگیر خواهند بود، این ممکنه که بو 5 سال هم که حکومت پیش بینی کرده بود ما نتونیم به هیچ جا برسیم. پس بنابراین همزمان ما باید این مسائل رو همزمان با هم مطرح کنیم، همزمان با هم پیش ببریم و شورای عالی مثال گروه تکنیکی خور با همزمان با گروه استراتژیک و تاکتیکی اگر مشکلاتی به وجود میاد یا غیر از مشکلات پلان آینده ترتیب کنه. در بحث کنونی حاکم در روند مشکل بر سر طرز العمل از میان برداشته نشدن این اختلاف ها و نقاط ضعف و قوت هیئت های مذاکره کننده به ویژه هیئت حکومت افغانستان هم برمیگرده. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تانسته چنان استدلال بکنه که جای بر اختلاف باقی نمانه؟ خب ببینیم این بس مسئله که تصمیم گیرها، واقعیت قضیه را اگر بگیم، تصمیم گیرها در هر دو طرف و کسایی نیان که پشت میز مذاکره نشسته باشن، اونها حتی لایه وظایفشون تعریف نشده. وقتی مطابق یک لایه وظایف محدود کار میکنن، ما نمیتونیم اتهام رو به سمت اونها یا یک مسئله مطرح کنیم. این مسئله وقتی مطرح شد که این مسائل وجود نداشت. اما مشکل اساسی اونها چی است؟ شیوه مذاکرات شیوه درستی نیست. به چی دلیل ما 40 روز طول بدیم یک مذاکره که میفهمیم با بنبست مواجه شده؟ از اون طرف عواقب این طول دادن این مذاکرات را میفهمیم. حداقل شکل مذاکرات باید طوری باشه که ما از ضررهای مذاکرات جلوگیری کنیم. اون ضرر چیست؟ اون جنگی که اتفاق افتاده امروز، اون جنگ یا به دلیل امتیازگیری امروز تشدید شده یا به این دلیل تشدید شده که کسایی هستن که مخالف صلحن. خب بنابراین تا زمانی که مذاکرات ادامه داره و توقف لحظه‌ای چند روز پیدا نمی‌کنه، انمی جنگ هم همون شدت خود رو می‌گیره و به اون نتیجه لازم هم نمی‌رسه. اینا اونا باید که همون شکل مذاکرات خود رو با توجه به فضایی که در قطر است درست طراحی می‌کردن، چند روز در قطر می‌بودن، چند روز بعد نیاز دارن که به کابل اونا سفر کنن با رئیس حکومت افغانستان، با پارلمان افغانستان، و اگر نیاز باشه با رئیس شورای مصالحه، با یا سایر جوانب، با عطا میدیا، با رسانه ها، با جامعه مدنی گفتگو داشته باشن، نظرات از اینا رو بسنجن، با این عقبه ای که جمع میکنن دوباره برن به مذاکرات رو اعلار پیدا کنن. شیوهی که اونا گرفتن انمی شیوه نیست که بتونه به نتیجه برسه و قابل قبول باشه. شیوه مشکل داره یا کاملا در یک بی برنامگی بسر میبریم؟ خب همین هسته که بی برنامگی قسمتی از امو
شیوه مذاکرات است. یعنی در واقع اگر که شورای عالی مصالح قبل از این کار خانگی خود رو درستی انجام میداد، ارگاه ما با بنبست مواجه شدیم برای 5 روز، خب متوقف میسازیم مذاکرات. در مرحله قبل هم همون رقم بود، وقتی از طرف آمریکایی مذاکرات صورت میگرفت و با طالبا توقف پیدا میکرد، بعد میومدن راهلهار میسنجیدن، مشوره میکردن، اونا با طرف خود، اینا با طرف خود. امروز ما به یک گفتگوی فرسایشی روی آوردیم که هم گفتگوها رو خسته میکنه، از این طرف ضرر ناامنی و ضرر جنگ ما متعمل میشه. چون لبود میانجی در مذاکرات یکی از خلاها یا نقاط ضعف کار است. دقیقا، یک مشکلی که در همو روزای اول مذاکرات اتفاق افتاد، انما مشکل کمکارای بین المللی هم او را تکرار کردم، نادیده انگاشتن دنیا. اینا گفتن ما به هیچ میانجی نیاز نداریم، در بین خود جنگ میکنیم. توجه داشته باشین که ما قربانیان جنگ، نه سازندگان جنگ. تا وقتی ما سازندگان جنگ را اول نقش ندیم جدای از میانجی، خب طبیعه اونا در پشت سر کارهای خود رو پیش میبرن. ممکنه که کسای تماس داشته باشن با طالب و سازندگان جنگ در افغانستان که نگذارن این مذاکرات قبل از اینکه اینا به امتیازات خود میرسن به نتیجه برسه. دو، بحث میانجی است که میانجی ها غالبا مشکلات و راه حل ها پیدا میکنن، او را ما نادیده گرفتیم. یعنی همون مشکلات که همکارای بین المللی تکرار کردن، اومدن گروه مذاکره کننده ما هم اون تکرار کرد و از نمادیم به سمت مسائل متوقع. ما اونا رو پیش بینی نکردیم که اگر خب با این مشکل مواجه شیم، این مشکل رو چگونه حل کنیم. با همین مسائل مواجه شد. تو خب خلیلزاد در قطر به سر میبره دیدار داشته با برخی از اعضای هر دو هیئت. این گونه از فشار میتونه پنداشته شوه و متوجه ساختن و باریکی مسئله و حساسیت مسئله، یا نه همون چیزی که باور است که کمبودش در روند حس میشه نبود میانجی، یک نقش میانجی را به گونه آقای خلیلزاد عمل میکنه. من اول مسئله سوم فکر میکنم. اونا میخوان که مذاکرات را حداقل تا سوم نوامبر نپاشه از هم، یعنی می گروه وجود داشته باشه. این سفر به احتمال زیاد به همین دلیل صورت گرفته، چون حدود 2 هفته یا 3 هفته قبل نمیفهم زمان رفتنشان چی بوده، کی بوده. مذاکرات میرفت به سمت فرسایشی شدن، خسته کن شدن. ممکن بود یک طرف نیروهای خود بیرون کنه که ما یک نفس تازه داشته باشیم، به او عواقب بسیار بعد در آمریکا ایجاد میکرد. اینا میخواستن که انمو شرایط تر ولو که به نتیجه نمیرسه تا سوم نوامبر حفظ کنن، و از دید من هدف از سفرشون بیشتر ای بوده تا یک میانجی. چون خب هرچند ادعاهای هم وجود داره که طالبا و توافقنامه‌شان با امریکا همچنان پابند نیستند، بحث افزایش خشونت ها حتی آقای خلیلزاد را ناامید ساخته بود در توییترشون خواندیم. دقیقا این ما حملاتی که میبینیم، ناامنی هایی که اتفاق افتاده، درسته که از یک طرف در بخش از افغانستان در بخش از حملات کاهش صورت گرفته، ولی در یک بخش دیگه افزایش صورت گرفته. یعنی اینا مثلا فرض کنین که او برنامه انتحاری خود را از درون شهرها جمع کردن، تمام قوت خود را آوردن روی جبهه های جنگ گذاشتن، جنگ های مستقیم گذاشتن. یعنی اگر در یک جا کاهش انجام شده که دلیل داشته باشن کاهش انجام شده، در یک جا دیگه او تشکیل کردن. خود از او تخلف از امو موضوع چهارمه که در شخبه و این راه حل و چاره نداره. چند روز پیش حکومت افغانستان از امریکا و متحدانش خواست که بر طالبان فشار لازم را بیارن تا کم از کم به کاهش خشونت ها تن بتن. خب به نظر میرسه که ما باید تاوان او اشتباهاتی که در او مذاکرات 18 ماه شده بپردازیم. اما توقع طالبان باید از بین بره و این شاید نیاز به یک توقف داشته باشه و متاسفانه نیاز به اون جنگی که اونا توصیه کردن احتمالاً دیده میشه. چرا غیر از او ممکنه که ما نرسیم. بسیار خوب. بعض حاکم عدم پیشرفت به گونه توقف در دیدارهای هیئت‌ها و حتی گروه های تماس به گونه این وضع نشان میده که تا پایان همین هفته کار همین گونه پیش خواهد رفت، تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. سپس یک تغییر به میان خواهد آمد که یا کاملا متوقف خواهد شد روند، یا بسیار سرعت خواهد گرفت. ببینیم در حال حاضر چی جریان داره. آقای طالب اطلاعات کامل ندادن. مذاکرات گروه تماس قطع شده
اونا در یک حالت انتظار به سر میبرن، چهار نفر هم خب اطلاع دارن که به کابل آمدن، احتمالاً فردا برمیگردن. مذاکرات فقط در بین رؤسای دو هیئت ادامه داره و او تداوم هم از دید ما به خاطر انم مسئله 3 نوامبر است. ما باید منتظر از او باشیم و بعد تعیین کننده این مسئله فشار لازم همکارای بین المللی هست که او فشار تنها از طریق صحبت و مذاکره و گپا نمیشه. این فشار در میدانهای جنگ احتمالاً وارد میشه و اون که سرنوشتر میتونه تعیین کنه. چه خب یعنی میگین که پس از انتخابات آمریکا یک جنگ سخت‌تر دیگر گواه خواهیم شد؟ حتی وضعیتی که ما امروز داریم، اما مشکلاتی که سر مردم آمده، شاید اگر اونا تصمیم برگشت مجدد نیروهای خود رو بگیرن، ممکنه از طرف مردم بازم استقبال بشه، چون این وضع واقعا غیر قابل تحمله. بسیار تشکر. بسیار آقای عثمانی، وزیر پیشین کابینه، از اینکه وقت گذاشتین در برنامه ما. زیافتین، موفق باشین.